عزیزان من، داستان دیگری امروز میخوام ازتون نقل کنم که این رو هم چندین سال پیش نوشتم، خاطره‌ایه. و چون امروز صبح رفته بودم از جلو دادگاهی رد شدم، یاد این خاطره دادگان با قاضی افتادم که خاطره بامزه‌ایه. کوتاه هم هست، میتونین گوش بدین و شاید که خوشتون بیاد. داستان مال اینجا برم چی نوشته در تاریخ 13 دسامبر 2013 است، یعنی الان داریم 2020، هم 7 سال پیش. از اونجا مغازه داشتم، 20 و چند سال پیش بود. دادگاه داشتم با صابخونه و ساعت 9 باید اونجا می بودم. با وجودی که خیلی زودم از خونه زده بودم بیرون، از شانس بد من خوردم به ترافیک سنگین و حدود 10 دقیقه مونده به 9 نزدیک های دادگاه داشتم دنبال جاپاک میگشتم که دیدم خانمی داشت عقب و جلو میکرد که ماشین رو پارک کنه. خانم هم که دیگه میدونی تو پارک کردم، نه که بخوام بگم خدای نکرد خانم ها رانندگی شه، اینا رو از خودم دارم، تو داستان نیست. نه که بخوام خدای نکرد بگم خانم ها پارک کردن بلد نیستم، من خودم تو این 61-62 سال سنم تا حالا 2-3 خانم دیدم که حتی میتونستم پارک کنم بدون هیچ مشکل به خصوصی. یعنی مشکل داشتم اما نه مشکل به خصوصی نداشتم. به هر حال، یعنی میخوام بگم یه وقت نگی من دارم به خانم ها تیکه میدم، من نوکر خانم ها مستم، اصلا هم یه حقا نیست. خلاصه تا اونجا شده بودیم که دم دادگاه داشتم دنبال جا پارک میگشتم، 8:55 بود. حالا کورم میدید که اون ماشین با اون بزرگی رو نمیشون اونجا پارک کرد. خانم اما بلکن نبود، میدونستم که آخرش راه میفته و میره و من که ماشینم کوچکتر بود راحت میتونم اونجا پارک کنم. 1 بار 2 بار 3 بار عقب جلو جلو عقب، منم مثل لاشخورا منتظر که زنه بره و ماشین رو بزنم اونجا و سریع خودم رو برسونم به جلسه دادگاه. خانم اما نمیرفت که نمیرفت. 5 دقیقه بیشتر نمونده بود به 9، وکیل به من گفته بود که سر ساعت اونجا نباشی دیگه نمیذارن بیای تو، اگرم ببینن که نیستی حتما حق رو به اون میدن. دستم رو گذاشتم رو بوق و این بار نوبت من بود که ول نکنم. زنه برگش نگاهی به من کرد و چیزایی گفت که من نمیشنفتم، حتما فوش میداد که چرا به اون میذارم. دیگه منم در اون حالت عجله و عصبانیت چند تا فوش آبدار و دفش فارسی از اینه که لطف و التفامو شامل مادر و خواهر و نمیدونم یه همه بستگانش میشه بهش دادم، و که خانمه نمیتونست بشنوه و اگرم که میشنید نمیتونست بفهمه. قبل از اینکه بره برگشت نگاهی به جلو ماشین انداخت، شماره ماشین رو یادداشت کرد. اینجا دیگه مام که او ایرانی خیلی داغ کردم، یارو نیم ساعت وقت منو گرفته تازه شماره ماشینم نوشت، چون که بوق زده بودم میخواست به حساب منو بترسونه. من میترسونه، یک انگشتم به علامت بلاغ بهش نشون دادم و گفتم حالا برو هر شکایتی میخوای بخور. تا پارک کردم شده بود 9 و چند دقیقه. پیاده شدم و هرچی اند که میدونستم دیگه فایده ندارم و بدو بدو خودم رو رسوندم به ساختمان دادگستری و تازه باید میرفتم طبقه 4 و اتاق فلان. درد سرتون ندم، تا رسیدم شده بود 9:20 که دیدم وکیل من و طرف مقابل و وکیلش بیرون در اتاق واستادن. وکیل پرسه چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفتم جاپار گیر نمی آوردن. گفت شانس آوردی که قاضی هنوز نیومده، وگرنه خیلی بد می شد. 10-15 دقیقه این سب که تا اسممونو تو بلنگو اعلام کردن و رفتیم تو جلسه دادگاه. پالتو و کلا و کتمون در آده نشستیم، 2 مردم اونجا بودن. از وکیلم بله چه 2 قاضی هستن؟ گفت نه بابا اینا قاضی نیستن، اینا حکم جوری رو دارن، قاضی میاد الان. من برای اینجا یک قاضی میشینه، یکی این ور یکی این ور، اینا به حساب چیز هم دیگه کمک قاضی هستن و جوری هم احضر جوری 2 نفر بهشون میگن رای رشته، یعنی حالا آلمانی که نمیخوای یاد بگیر هرچی. در همین اصلا دریم باز شد و قاضی تشریف آورد. دوستان
فکر نکنم که دیگه لازم بشه بگم که قاضی کی بود. بله، همون خانومه که انگوش بهش نشون داده بودم. خوشبختانه وارد که شد اصلا ما رو نگاه نکرد، رفت به سمت میز و پرونده رو برداشت. منم فوراً یک عینک آفتابی داشتم جیبم در آوردم و وسط زمستون اونم تو اتاق زدم به چشم. تو ماشینم که کلا سرم بود و خدا رو شکر منو نشنم. خدایش هم در چند مورد طرف منو گرفت و جب زندگی به خیلی خوشی به نفع من تموم شد. پانتاونو پوشیدیم و میخواستیم آدم بریم بیرون که قاضی برگشت و من گفت شما اگه ممکنه واسطین چند لحظه باهاتون کار دارم. گفتم با من؟ گفت بله. به وکیلم گفت شما میدین تشریف برای خصوصی رفت بیرین پرونده نداره. وکیل که رفت خانم گفت ببین من قبل از اینکه بیام تو جلسه شما رو تو راه رو دیدم و شناختم، میتونه عینک تو برداری. آه من سرخ شده بودم عین لبو، هیچی نگفتم. گفت واسه بیرون من این پرونده ها رو جمع کنم با هم بریم پایین کافتریا. بیرون واسه بودم با خودم فکر کردم عجب مملکتیه، عجب مردمانی. انگوش پیش نشون دادم میخواد با من بره قهوه بخوره. اگه بهش آرنجم رو حواله کرده بودم حتما الان باید باهاش همینجا تو دادگاه کشتی میگرفتم و واسه زیر یخمش میرفتم. میندی بعد 4-5 دقیقه اومد و عذرخواهی کرد که معطل شده بودم. ما که به هوای قهوه و این حرفا گفتم نه با این حرفا چیه، تا باشه از اینجور معطل شدن ها باشه بریم. خلاصه دوستانه رفتیم تو کافه و منو مستقیم با سر یک صندوق که گذاشته بودن برای کمک به کودکان سرطانی. گفت ببین بوغ زدی تو خیابون که ممنوع، جریمش میشه 400 شیلینگ. اون زمان ما هنوز پولمون شیلینگ بود، تو اتریش یورو نبود، 400 شیلینگ میشه حدود 30 یورو. انگوش نشون دادی به من که میشه توهین و این مسائل که جرم بسیار سنگینیه و دادگاه باید تعیین کنه چقدر باید جریمه بدی و مطمئنن سر به 1000 شیلینگ میزنه. اما من چون که میدونم که شما به خاطر رسیدن به دادگاه عجله داشتن زیاد این اعمال زشت و ناجایز رو مرتکب شدی و قول هم میدی که دیگه هیچ وقت از این کارها نکنی، بهت پیشنهاد میکنم که بری خودت با دست خودت 1000 تا تو اون صندوق بریزی که هم تو درسی برات باشه و هم کمکی به بچه ها شده باشه. دست کرد تو جیبشو یک کاغذ رو گفت پولو که اون تو انداختی منم این شماره ماشینتون میدم به خودت، دیگه هم دنبال این جریان رو نمیگیرم. بخوای بگی ندارم و چونه بزنم این حرفا، همدیگه رو تو دادگاه میبینیم. هیچی نگفت. از کیفم یک هزاری در آوردم انداختم تو صندوق، کاغذ داد دستم، دیدم هیچی روش نوشته نیست. گفتم پس که شماره؟ گفت من شماره ماشین رو ماشین تو اصلا نمیدیدم که بتونم بنویسم، فقط میخواستم حال تو بگیرم. تشکر میکنم به خاطر کمک به بچه ها، قهوه اگه میل داری میتونی بخوری، مهمون من، میگم پولش ازت نگیرم. گفتم ممنونم خانم، خیلی ممنون از لطف شما. کیفم رو در آوردم توش رو نگاه کردم و گفتم عذر میخوام، میشه بگین جریمه خورد کردن دندون گازی چنده؟ نگاهی به من انداخت و رفت. اینم از داستان فحش دادن و انگوش نشون دادن به قاضی دادگاه. دوستان وقتی که از این کارا میخواین بکنین حواس جمع کنین با کی طرفین. اولا یارو رو نگاه کنین، قامتش رو نگاه کنین، بعد قیافش رو نگاه کنین، آدم مهمیه مهم نیست، همیشه دهن رو باز نکنین فحش بدین که باید درد سر میشه واسهتون. والا به خدا اینم داستان امروز ما که تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستان شاد و سلامت باشین و همیشه مواظب خودتون باشین این دوران کرونایی، مواظب اطرافیانتون باشین و انشالله که خوب و خوش و سرزنده و سالم و سلامت باشین.